وقوع انفجار مهیب در مزار شریف. سرانجام ملای تعویض نویس فریبکار بازداشت شد. دزدان در غزنی سلاح و تجهیزات نظامی یک طالب را سرقت کردند. آغاز سرشماری مهاجران افغانستان نسوی ایران. و در پایان واکنش روسیه به فرستادن هلیکوپترهای روسی به اوکراین نسوی آمریکا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. اشرف صبح می نویسد: وزیر داخله ایران گفته است که مهاجران افغانستان در ایران سرشماری می شوند. احمد وحیدی وزیر امور داخله ایران این مطلب را امروز پنجشنبه 8 ثور در یک کنفرانس خبری بیان کرده و هدف از این اقدام را شناسایی مهاجران و تأمین آنان عنوان کرده است. آقای وحیدی شناسایی مهاجران افغانستان برای برنامه‌های اقتصادی ایران و تأمین امنیت خود مهاجران را یک نیاز دانسته است. وزیر داخله ایران از مهاجران افغانستان در ایران خواسته است که با مراجعه به نهادهای دولتی و پلیس خود و مشخصاتشان را ثبت کنند. از سرشماری مهاجران افغانستان در ایران در حال سخن گفته می شود که در پی آزار و اذیت کودکان مهاجران افغانستان در ایران و پخش ویدیوهای آن در فضای مجازی، هشدارهای از جانب برخ فرماندهان طالبان برای انتقام گیری از این برخوردها مطرح شد. هشت صبح همچنان می نگارد: منابع از ولایت غزنی می گویند که دزدان در این ولایت سلاح، پرتله و تجهیزات نظامی یک طالب را دزدیدند. با گفته منابع، دزدان پس از آن موفق شدند سلاح و تجهیزات این طالب را بدزدند که او موترش را در کنار سرک در ساحه جوی بازار شهر غزنی توقف داده و از موتر پیاده شده بود. منابع می گویند که این طالب برای خرید به یکی از مارکت های شهر رفته بود. رویدادهای سرقت در ولایت غزنی در این اواخر به حد افزایش یافته است که حتی طالبان نیز از دست دزدان در امان نیستند. هشت صبح همچنان گزارش می‌دهد: منابع محلی در ولایت جوزجان از بازداشت یک ملای تعویض نویس با پول انگفت از سوی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. منابع می‌گویند که این مرد تعویض نویس محمد کبیر نام دارد و باشنده روستای شینکوت شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان می باشد. با گفته منابع، این تعویض نویس به بهانه مداوای درد از مردم پولهای انگفت به دست می آورده است. این ملا متهم است که تنها در یک مورد از یک مادر و دختر مبلغ 12000 دلار آمریکایی، 5000 افغانی پول نقد و 2 سیت طلا به دست آورده است. منابع در مورد مقدار پول که از نزد این ملا هنگام بازداشت به دست آمده چیزی نگفتند. کاویان پرس گزارش می‌دهد: دقایق پیش انفجار در شهر مزار شریف رخ داد. منابع و کاویان می‌گویند این رویداد در مربوطات حوزه دام این شهر در منطقه هزارنشین رخ داده است. تصاویر نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در این رویداد یک موتر آتش گرفته است. منابع محلی طالبان رویداد را تایید می کنند اما در مورد تلفات آن چیزی نمی گویند. بشیر احمد قاسانی نگاشته است: انفجار در چهار راهی کانتینرهای مزار شریف موتر تونس را هدف قرار داد. جزئیات بیشتر بعدا ارائه می شود. رادیو آزادی گزارش می دهد: اداره همکاری‌های فنی نظامی فدرال روسیه گفته است که تصمیم آمریکا جهت فرستادن هلیکوپترهای روسی به اوکراین که در حقیقت برای افغانستان در نظر گرفته شده بود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قراردادهای روسیه و ایالات متحده است. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه، این اداره این تصمیم آمریکا را خودسرانه خوانده و گفته که بر اساس قرارداد صادرات تسلیحات روسی که در سال 2011 میان شرکت روسنبرن اکسپورت و پنتاگون امضا شد، ارسال هر گونه سلاح یا تجهیزات نظامی ساخت روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی سابق
از جمله هلیکوپترهای ساخت این کشور با اوکراین یا هر کشور دیگر غیرقانونی است. این اداره گفته است که در قرارداد بین روسیه و آمریکا به گونه واضح آمده است که این هلیکوپترهای روسی باید به افغانستان سپرده شوند و صادرات آن به سایر کشورها یا کشورهای ثالث ممنوع است. تا هنوز شمار دقیق این هلیکوپترهایی که روسیه ادعا میکند که آمریکا به اوکراین میدهد روشن نیست، اما آمریکا به منظور مقاومت نیروهای اوکراینی در برابر حملات روسیه و دنبال ارائه سلاح‌ها و تجهیزات به اوکراین است که پیلوت‌های اوکراینی و سایر پرسنل نظامی با آن آشنایی دارند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.